به نام خدا و سلام. در این ویدیو از فرادرس به معرفی رشته روانشناسی، گرایش‌ها، دروس، درآمد و بازار کار این رشته می‌پردازیم. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب رشته، مخصوصاً در سال‌های پایانی دبیرستان، در قالب ویدیوهای مختلفی در فرادرس رشته‌های گوناگون رو مورد بررسی قرار دادیم. به این ترتیب شما شناخت بهتری از رشته‌ها به دست می‌آورید و انتخاب آگاهانه‌تری رو خواهید داشت. در بخش اول ببینیم که رشته روانشناسی برای چه کسانی میتونه مناسب باشه. رشته روانشناسی برای افرادی که به دنبال پاسخ به سوالات بنیادی در مورد چرایی و چگونگی رفتار و احساسات آدمی هستند مناسبه. رفتار انسان پویایی زیادی داره و با هر پدیده اجتماعی دستخوش تغییر میشه. بنابراین تحصیل در این رشته مستلزم مطالعه و کسب تجربه مداوم هست. روانشناسی در بهبود زندگی فردی و اجتماعی کارکرد قابل توجهی داره و نمود اون در کلیه جنبه‌های زندگی مشهود خواهد بود. یک روانشناس باید قبل از هر چیز مهارت‌های فردی خودش رو بشناسه و رویارویی با مشکلات، خوب شنیدن، برقراری ارتباط مؤثر، هوش هیجانی، رازداری و صداقت در عملکرد رو در خودش تثبیت کنه. روانشناس باید صبور باشه و مهارت‌های شنوایی مؤثر رو تقویت کنه، به نوعی که بتونه قبل از سخن گفتن در جریان گفتگو به عمق کلام مراجع پی ببره. قدرت درک، تجزیه و تحلیل، حل مسئله، خلاقیت و توجه به جزئیات به موفقیت روانشناس در تشخیص و درمان کمک خواهند کرد. روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی معرفی میشه و خواستگاه تاریخی رشته روانشناسی در دیدگاه‌های فیلسوفان یونان باستان که مشهورترین اونها سقراط، افلاطون و ارسطو هست دیده میشه. آگاهی یا شعور چیست؟ بشر ذاتاً موجودی منطقی است یا غیر منطقی؟ و اساساً چیزی به نام انتخاب آزاد واقعیت داره؟ اینها پرسش‌های بنیادینی درباره ذهن و روان بشر هستند. خیلی از سوال‌های مشابه هم هنوز به اندازه هزاران سال پیش اهمیت دارند و دانشمندان به دنبال پاسخ به اونها می‌گردند. این سوال‌ها با ماهیت ذهن و روان و فرآیندهای وابسته به اونها، یعنی عناصر کلیدی دیدگاه شناختی در روانشناسی سر و کار دارند. سایر سوال‌های روانشناختی به ماهیت بدن و رفتار انسان مربوط میشه و اونها هم به اندازه سوال‌های پیش قدمت دارن. کدوم دروس در دوره دبیرستان برای رشته روانشناسی کاربرد بیشتری دارند؟ از دروس دبیرستان و بین دو دسته مباحث عمومی و اختصاصی منابعی که نام می‌بریم اهمیت بیشتری دارند. مباحث دروس عمومی شامل فارسی، نگارش، علوم و فنون ادبی در کمک به درک عمیق از کتب، مقالات، مطالب و مطالعات کمک می‌کنند. یک روانشناس خوب باید توانایی نگارشی و گفتاری بالایی داشته باشه. در مباحث دروس تخصصی، جامعه شناسی، منطق، فلسفه، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، مدیریت خانواده و سبک زندگی که به آشنایی دانش آموزان با مباحث بنیادین رشته روانشناسی کمک می کنند هم اهمیت داره. گرایش های رشته روانشناسی برای ادامه تحصیل کدوما هستند؟ رشته روانشناسی گرایش های متعددی داره که هر کدوم بر حل مشکلات خاص یا بر جامعه خاصی از افراد متمرکز هستند که در ادامه این گرایش ها رو توضیح میدیم. روانشناسی عمومی، رشته روانشناسی عمومی با هدف تربیت و تقویت مهارت‌های لازم در آموزش و پژوهش شکل گرفته و در این شاخه از روانشناسی عمومی به این موارد پرداخته میشه. شناخت مسائل روانشناسی، چگونگی علل رفتار انسان، چگونگی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی و حرکتی. روانشناسی بالینی، روانشناسان بالینی اصولاً روانشناسی رو در تشخیص و درمان مشکلات هیجانی و رفتاری مثل بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر، اختلافات زناشویی و خانوادگی به کار می‌برن. روانشناسان مشاور هم خیلی از وظایف روانشناسان بالینی رو بر عهده دارن و بیشتر با دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان کار می‌کنن.
روانشناس بالینی 6 نقش اصلی رو بر عهده داره: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار رواندرمانگرها، پژوهش و مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی. روانشناسی صنعتی و سازمانی رو بررسی کنیم. روانشناسی سازمانی و مهندسی روانشناسی سازمانی که گاهی روانشناسان صنعتی هم نامیده میشن برای شرکت ها کار میکنن. مسائل مورد توجه اونها گزینش مناسب ترین افراد برای هر شغل یا طراحی ساختارهایی که همکاری و کار تیمی رو تسهیل میکنه و روانشناسان سازمانی که اونها رو هم گاهی مهندسان عوامل انسانی اسم میبرن، در پی بهبود ارتباط افراد با ماشین هستن. مثل اونها برای بهبود تعامل انسان و ماشین تلاش میکنند و ماشین هایی رو طراحی میکنند که بخشای مختلف کار با اونها در بهترین محل قرار گرفته باشن تا به این ترتیب عملکرد ایمن و راحتی بهتری از اونها حاصل بشه. رشته سنجش و اندازه‌گیری. روش‌های آماری و سنجش و اندازه‌گیری در تحقیقات آموزشی و روانشناسی خیلی کاربرد داره. در واقع تا زمانی که گزارش‌ها به اعداد و ارقام تبدیل نشه، قابل ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه‌گیری نیستن. بر همین اساس اندازه‌گیری ویژگی‌های رفتاری انسان در این رشته از روانشناسی گنجانده شده. فارغ‌التحصیلان این گرایش قادرند طراح، مجری، مفسر و تحلیلگر آزمون‌های روانشناسی و روانشناختی مثل استعداد تحصیلی و همچنین ارزیابی سیستم‌های آموزشی باشند. روانشناسی اجتماعی. روانشناسان اجتماعی میخوان بدونن که افراد جهان اجتماعی خودشون رو چگونه ادراک و تفسیر میکنن و عقاید، هیجانها و رفتارهای اونها چطور تحت تأثیر حضور واقعی یا تصوری دیگران قرار میگیره. اونها همچنین به رفتار گروهها و روابط اجتماعی میان دو یا چند نفر هم توجه دارن. روانشناسی تربیتی. از اونجا که مشکلات هیجانی افراد اغلب در سالهای نخست دبستان شروع میشه، بسیاری از مدارس ابتدایی روانشناسانی رو در استخدام خودشون دارند که دوره‌هایی رو در زمینه نمو کودک، آموزش و پرورش و روانشناسی بالینی گذروندن. روانشناسان تحصیلی و تربیتی هستند که با کودکان مدرسه کار و مشکلات هیجانی و آموزشی اونها رو ارزیابی میکنن. در مقابل روانشناسان تربیتی، متخصص مسائل یادگیری و آموزش قرار داره. این افراد هم ممکنه به کار در مدارس بپردازن، ولی اغلب در استخدام دانشکده‌های تربیت معلم هستند و به تحقیق درباره شیوه‌های آموزش و کمک به تربیت معلمان می‌پردازن. روانشناسی تربیتی در شاخه‌هایی که نام می‌بریم گنجانده شده: شناخت شاگردان، تربیت معلمان، شناخت فرآیند یادگیری، پرورش ابزارهای اندازه‌گیری روانی تربیتی و ارزشیابی یادگیری. روانشناسی رشد. روانشناسان رشد یا نمو به انسان و عوامل شکل دهنده رفتار از بدو تولد تا سنین پیری توجه دارند. مطالعه توانایی خاصی مثل نحوه پیدایش زبان در کودک یا مطالعه دوره خاصی از زندگی مثل طفولیت هم از وظایف اونهاست. روانشناسی کودکان استثنایی. این شاخه روانشناسی به تعریف کلیه رفتارهای این کودکان استثنایی می‌پردازه. خواه کودک تیزهوش باشه یا عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا، کودکان ناشنوا، کودکانی که دارای مشکلات تکلم هستند و کودکان دارای ناتوانی حرکتی و ذهنی رو مورد مطالعه و درمان قرار میدن. تمامی تعاریف مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات این کودکان مربوط به این علم هست. مهمترین دروس دانشگاهی در رشته روانشناسی رو معرفی کنیم. دروس مهمی که در دوره کارشناسی رشته روانشناسی ارائه میشند عبارتند از: مبانی جامعه شناسی، روانشناسی عمومی، فیزیولوژی عمومی، آسیب شناسی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، روانشناسی احساس و ادراک، روانشناسی تجربی، روانشناسی فیزیولوژیک، روانسنجی، روانشناسی جنایی، روانشناسی یادگیری، آسیب شناسی روانی، روانشناسی مرضی کودکان، انگیزش و هیجان،
روانشناسی پویایی گروه، تاریخچه مکاتب روانشناسی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودکان استثنایی، اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک، بهداشت روانی، بررسی مقدماتی نظریه‌های روانشناسی، کاربرد مقدماتی روش‌های مصاحبه، روانشناسی مشاوره و راهنمایی، کاربرد مقدماتی روش‌های تشخیص بالینی و روش تحقیق در روانشناسی. فارغ التحصیل رشته روانشناسی در چه کارها و صنایعی میتونه شاغل بشه؟ استخدام روانشناس متخصص در حوزه‌های مختلف در یکی از مشاغل تخصصی که نام میبریم امکان پذیره. روانشناس تحصیلی کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان در مهد کودک ها، مدارس و دانشگاه ها در جهت بهبود و رفع مشکلات آموزشی و روانی در مسیر پیشرفت تحصیلی. روانشناس صنعتی و سازمانی به عنوان مشاور یا روانشناس به استخدام شرکت ها و سازمان ها در میاد و هدف اونها بهبود عملکرد کارکنان، افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی، آرزویابی های سازمانی و استخدام نیروهای کارآمد هست. روانشناس سلامت به عنوان مشاور در مراکز درمانی روانی با هدف ترویج رفتار و نگرش سالم و کمک به بیماران و خانواده های اونها برای غلبه بر بیماری ها. روانشناس مشاوره مشاوران به افراد در گذر از مشکلات و موقعیت های پر استرس کمک می کنند و به عنوان مشاور در مراکز مشاوره و بیمارستان ها مشغول به کار می شن. روانشناس جرم شناسی در خدمت پلیس جنایی در میان تا با استفاده از تئوری‌های روانشناسی و روانشناختی به شناسایی علل جرم، بازسازی و درمان مجرمین بپردازند. روانشناسی بالینی در مراکز درمانی روانی بیمارستان‌ها در کمک به مددجویان مبتلا به مشکلاتی مثل اضطراب، وسواس، نگرانی، افسردگی و سایر بیماری‌های روانی کار می‌کنند. و روانشناسی ورزشی این افراد به استخدام باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی در میان کمک به افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها برای بهبود انگیزه و عملکرد در زمینه مربیگری، آموزش، رقابت و همچنین ترویج مشارکت ورزشی به صورت عمومی از وظایف اونهاست. بازار کار رشته روانشناسی به چه صورته؟ یک روانشناس بعد از فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی میتونه در مراکز دولتی مثل نیروی انتظامی، کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش به عنوان معلم و یا مشاور مدرسه، در مهد کودک به عنوان مربی مهد فعالیت داشته باشه و در کلینیک‌های درمان اعتیاد به عنوان روانشناس و در مراکز مشاوره به کارهای درمانی بپردازه یا با دریافت مجوز از بهزیستی اقدام به تأسیس مهد کودک و سرای سالمندان بکنه. امکان ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در داخل ایران چطور هست؟ روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در ایران و در دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیر انتفاعی با برگزاری کنکور یا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش بدون کنکور دانشجو می‌پذیره. کنکور مقاطع ارشد و دکترا در گرایش‌های مختلف توسط هر دو وزارت بهداشت و وزارت علوم برگزار میشه و منابع اونها تا حدودی با یکدیگر متفاوت هست. در ادامه گرایش‌های مختلف این رشته در مقطع کارشناسی ارشد رو معرفی می‌کنیم. روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، سنجش و اندازه‌گیری یا روانسنجی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی شخصیت. اما ببینیم که ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در خارج از کشور به چه صورتیه؟ داوطلبان تحصیل روانشناسی در خارج از کشور هر روز در حال افزایش هستند. از اونجایی که روانشناسی یک عمل جهان شمول هست و مطالعه رفتارها در فرهنگ‌های مختلف همواره برای روانشناسان جذابه، تحصیل در کشورهای دیگه میتونه دنیای جدید رو به روی روانشناس باز کنه. روانشناسان تعلیم دیده و آشنا با تحقیقات علمی بین‌المللی افراد مهمی در جامعه محسوب میشن. دانشگاه‌های معتبر زیادی در سراسر جهان پذیرای دانش
دانش‌آموختگان رشته روانشناسی هستند. برای پذیرش در دانشگاه‌های آمریکا داشتن مدرک GRE ضروری است. به طور کلی گرفتن فاند و بورس شدن در رشته روانشناسی در خارج از کشور خیلی رقابتی و سختگیران است. آلمان یکی از کشورهای پیشرو در روانشناسی است و داشتن سطحی از دانش زبان آلمانی به قبولی دانشجو کمک زیادی می‌کند. اما در نهایت ببینیم که دروس دانشگاهی رشته روانشناسی تا چه حد نیازهای بازار کار رو پاسخگو هستند. دروس دانشگاهی کاملا مرتفع کننده نیاز دانشجویان در بازار کار هستند. با این روی کرد که پایه‌های هر زیرشاخه در دانشگاه پیریزی میشن و دانشجو برای کسب اطلاعات عمیق‌تر نیاز به مطالعه، تحقیق، شرکت در کلاس‌های تخصصی و دریافت سوپرویژن داره.